با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خسته نباشید خدمت بیننده های عزیز تلویزیون اورانوس و شنونده های عزیز رادیو کندوز. امروز قرار است دوره مقدماتی لیگ قهرمانان افغانستان در زون شمال شرق و میزبانی ولایت کندوز برگزار بشود. چند لحظه قبل مسابقات افتتاح شد و یک بازی هم انجام شد که تیم فوتبال شیوای تخار 6-0 تیم ذوالفقار بامیان را از پیش رو برداشت. تیم های پیروزی و استقلال بغلان به رقابت پرداختند و تا پایان این گزارش با ما همراه باشید. ادامه برنامه خوش آمده بیننده های عزیز. در کنار قسمت احمدی قرار داریم، یک تن از بازیکنان تیم فوتبال پیروزی. در قدم نخست یک خسته نباشید برشان میگیم. در پایان نیمه امرایشان بودیم. اصلا قسمت چی رقم بود بازی نیمه اول چی رقم دیده؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما، خدمت همکارای عزیزتان بیننده های تلویزیون. دیگه تشکر دیگه تشریف آوردین. بازی که شما تماشا میکنین بازی های زون هستن که میان 5 ولایت است. قندوز میزبان هستن. دیگه بازی های امروز آغاز شد که اولین بازی تیم پیروزی است که مقابل تیم بغلان، که هفته اول دیگه تمام تلاش زحمت خود کردیم. دیگه فعلا بازی 0-0 است. دیگه نیمه دوم ان شاء الله که مشکلاتی که بود روی دو کار میشه. دیگه با کوشش میکنیم بخیر نتیجه بگیریم و دیگه بخیر با بازی های پیش روی بسر. سطح تیم های اشتراک کننده در این مسابقات چگونه میبینن و سطح تیم خود فوتبال پیروزی را آیا امکان قهرمانی وجود دارد در این مسابقات؟ تیم خو تمامش تیم هایی است که در ولایتشان قهرمان شدن. دیگه تیم های خوبی هستند. دیگه تمام یک تیمی که میان یعنی آمادگی کاملا می داشته باشند. دیگه تمام تیم ها کوشش میکنن که نتیجه بگیرن و راه بیافتند مسابقات. دیگه کوش ما می است، تیم ما خوب است. دیگه توکل به خدا ان شاء الله که نتیجه می گیریم. سر خوب چی نکات در پیشنهاد می گیم برای نیمه دوم که تا بازی بهتر شود؟ دیگه ان شاء الله که نیمه دوم میگه نیمه مربی است. دیگه ان شاء الله که روی نقطه ضعف کار میکنن. دیگه ان شاء الله که بخیر بچا کوش کنن در نتیجه برسن. بسیار زیاد تشکر، موفق باشید. تشکر از شما. خیر باشه. بیننده های عزیز، با قسمت احمدی مصاحبه داشتیم، یک تن از بازیکنان تیم فوتبال پیروزی، و امیدوار هستیم که نماینده شایسته ولایت قندوز در این مسابقات قهرمان شوند.
باز هم به ادامه برنامه خوش آمدید بیننده های عزیز. در کنار کاپیتان تیم فوتبال استقلال ولایت بغلان قرار داریم و در قدم نخست میخواییم خودشان برای بیننده های عزیز معرفی بکنن. سلام عرض ادب، نقیب الله حق پرست هستم، کاپیتان استقلال از ولایت بغلان. بسیار خوب، چی رقم دیدین سطح مسابقات؟ نیمه اول بازیتان 0-0 مساوی شد، بازی چگونه بود؟ خب فوتبال است، تیم مقابل هم قوی است، ما مقابلش قوی فوتبال میکنیم، بازی خوبی داشتیم. نیمه دوم ان شاء الله کوشش میکنیم که چانس بگیریم، به خاطر اینکه از جای دور اومدیم، مسافرم اگه حساب میریم کوشش میکنیم اگه نتیجه خوب بگیریم. بسیار خوب، مسافرت گفتین، چه قسم بود میزبانی ولایت قندوز تا فعلا چی گونه بود به نظر شما؟ مردم ولایت قندوز فوتبال دوست دیدین؟ شکر الحمدلله، میهمان دوست خواست هم افغانستان کلگ هم میهمان دوست هستیم. خود تا جای کار که فعلا آمدیم میهمان نوازیشان درست ببینیم که بعدا چی میشه. پیامتان برای هوادارا ولایت بغلان و مردم ولایت بغلان و هوادارای تیمتان چیست؟ آیا با اونا امید قهرمانی در مسابقات میتین یا خیر؟ در قدم اول خود است که هوادار بغلان از تیم استقلال یکم که از ما خفه هستن، از اگر از پرده تلویزیون میبینن، با کلشان میگم ناامید نشین، انشاءالله ما برمیگردیم، چی در لیگ خود ما باشه چی در زون باشه انشاءالله ما قهرمان میشیم. پارسال هم قهرمان بودیم، انشاءالله امسال هم کوشش میکنیم قهرمان شیم. تشکر و خیر باشه. زنده باشه. تشکر، خدا. ادامه برنامه خوش آمدید بیننده های عزیز. در کنار قاری سبیزاد رئیس به تربیت بدنی ولایت قندوز قرار داریم و ازشان بیشتر در مورد همین مسابقات برگزار شده در با میزبانی ولایت قندوز میپرسیم. قاری سب، مسابقات چگونه است و این میزبانی ولایت قندوز است و چی آمادگی ها گرفتیم برای میزبانی در این مسابقه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که مشاهده کردین امروز لیگ قهرمانان زون شمال شرق در حضور داشت مسئولین ورزشی ولایت قندوز افتتاح گردید که سالانه لیگ ها در 5-6 زون کشور آغاز می‌یابد. البته راجع به سوالتان باید بگوییم که قبلا سالهای قبل که اینجا مسابقات برگزار گردیده بود، همچون لیگ های برگزار گردیده بود، ورزشکارای دیگه ولایات که اینجا حضور یافته بودند و مهمانداری و قدردانی که ازشان شده بودند توصیف کرده بودند. بالاخره مرکز، مسئولینی که در مرکز قرار دارند، فدراسیون ملی فوتبال و امسال باز تصمیم گرفتند که قندوز یک بار دیگر میزبان لیگ قهرمانان زون شمال شرق باشند. بسیار خوب، و مسابقات چگونه است و چند تیمی که مسابقه میتن در آخر رو یک تیم راه پیدا میکنه یا تیم نایب قهرمان هم با مسابقه های بعدی راه پیدا میکنه؟ چگونه است سیستم مسابقات؟ سیستم مسابقات طوری است که 5 ولایت فعلا اینجا اشتراک کردن، یعنی در بین 5 ولایت که از به نمایندگی از هر ولایت یک تیمشان اینجا آمدن با هم رقابت میکنن تا روزی پنجشنبه آینده بخیر که قهرمان زون مشخص شوه، به خاطر لیگ قهرمانی افغانستان که بعد مرکز کابل برگزار میشه اونجا راه پیدا کنه. بسیار خوب، میزبانی بازیکن‌ها و
کادرها و از ولایت ها که آمدن فعلا به دوش ریاست تربیت بدنی قندوز است، چگونه است مصارفشان یا به دوش خود تیم ها؟ بله، البته نگفته نمانه کرایه رفت و برگشت به دوش اشتراک کنندگان است و آشاب باطه که هستند به دوش مسئولین ورزش ولایت قندوز است که الحمد اینجا میمانخانه داریم برش جای داریم و همچنان هم لوازمی که برشان ضرورت است انشاءالله ما در دسترسشان قرار دادیم با هماهنگی ولایت و هماهنگی ادارات کمک کننده که همراه ما همیش در پهلوی ما ایستاده هستند به خاطر تشویق و تقدیر ورزشکارای ما هستند انشاءالله هنوزم هستند همراه ما و ما هم کوشش میکنیم که به نمایندگی مردم ولایت قندوز یک میزبان خوبی باشیم. بسیار زیاد تشکر. در آخر پیامی اگر داشته باشیم برای ورزشکارا و هموطنان عزیز بخصوص شهروندان ولایت قندوز. خوب مثل گذشته ها پیام هم بازم یک بار دیگر تکرار میکنیم انشاءالله و جوانای ما پیام داریم که جوانای ما ورزش کنند با ورزش رو بیارن انشاءالله ما همیشه در کنارشان هستیم و در کنارشان خواهد بودیم چیزی که در وسط توان ریاست ما باشه انشاءالله ازشان دریغ نخواهد کرد. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. بخیر باشین. ادامه برنامه خوش آمدید بیننده های عزیز. در کنار آقا صاحب معاون فنی فدراسیون فوتبال ولایت قندوز قرار داریم، از ایشان بیشتر در مورد برگزاری مسابقات با میزبانی ولایت قندوز یک معلومات میخوایم برای بیننده های عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست تشریف آوری شما را به چمن استادیوم ورزشی فوتبال ولایت قندوز خوش آمدید میگیم و ثانیاً در جواب شما باید گفت که ولایت قندوز برای مدت 5 روز میزبان یا مهمان مهمان‌نوازی ولایت های زون شمال شرق، البته بدخشان، تخار، بغلان و در زونش که امسال یک تیم دیگر از زون های دیگر به ما اضافه شده، البته ولایت بامیان است، اینجا تشریف آوردن. در مجموع 5 تیم لیگ قهرمانان هر ولایت این مسابقه خود اجرا میکنند. بسیار خوب. از میزبانی ولایت قندوز بگین، چی امکاناتی را برای تیم ها فراهم ساخته فدراسیون و ولایت قندوز؟ از میمانوازی برتان عرض کنم که فدراسیون فوتبال قندوز در این چند روز تا حد توان خود کوشش کرده که یک میمانوازی درست صحیح، البته مردم ولایت ما شما به همگان معلوم است که میمانواز هستن، میمان دوست هستن. خوشبختانه ولایت ما همراه ما همکاری کردن، توسط شاولی هدایت دادن که میمانوازی بکنن و از آقای صاحب انورجی تشکری میکنیم، از تربیت بدنی ولایت قندوز تشکری میکنیم که در این میمانوازی با همراه ما همکار هستن. جایشان همه گشه آقای صاحب انورجی رئیس فدراسیون کورش ولایت قندوز در عهده دارن و مصارفش از طرف شاروالی برای ما داده میشه و آید خود چمن هم که هست به هم در ارتباط به مصارف میرسن.
بسیار خوب که روشن ساختن، چون مردم بعضی ها اعتراض میگرفتن که چرا امروز تکیت 20 افغانی است. اما تکیت 20 افغانی که میتن فکر کنم برای میزبانی و همین مهمان نوازی ما و شما مردم قندس گرفتن میشه که اقدام خوب است از طرف فدراسیون. ما از طرف مردم قندس از شما تشکری میکنیم. بیشتر در مورد سبک و شیوه برگزاری مسابقات معلومات بتین. از این 5 تیم سیستمش چگونه است و در نهایت چند تیم صعود میکنه به مرحله بعدی یا تنها تیم قهرمان صعود میکنه یا قهرمان هم شانس داره؟ تشکر. باید در قدم نخست ما برتباط تکتی که ما در چمن انتخاب شده احربت به هدایت خود والی صاحب، جناب والی صاحب و مردم ما خودشون میفهمن، آگاهی دارن که فدراسیون فوتبال، حتی فدراسیون فوتبال مرکز چیزی ندارن. به همون خاطر والی صاحب بر ما هدایت دادن، چون ما دیروز پیش والی صاحب رفته بودیم، از ما خیلی تشکری کردن، سر ما بسیار تاکید کردن که مهمان نوازی را به حد بالا، به حد آخر باید مهمان نوازی باشن. همون بود که هدایت دادن که شما از چمن فی نفر 20 نفر 20 افغانی باید بگیرین. پس همین پولی که ما میگیریم بر ارتباط همین مصارف ورزشکارا مصرف میشه و بر ارتباط مسابقات بگوییم. مسابقات به سیستم لیگ است، 5 تیم است، هر تیم 4 مسابقه میتن و از 5 تیم یک تیم لیگ قهرمان میبره که به خیر رضای پروردگار باشه با به مرکز اینا انتقال میشن. بسیار خوب، بسیار زیاد تشکر و در اخیر هم پیامی اگر داشته باشه برای بیننده است. تشکر بازم از شما. ما پیام به مردم ولایت قندوز، به هموطنهای خود، به تمام دوستایی که علاقمند فوتبال هستند، با فوتبال علاقمندی دارن، با ورزش علاقمندی دارن، خواهش ما این است که امروز روزی است که ولایت قندوز با یک امتحان رو خورده است. امتحان به این معنی که اگر ما حق قدر مهمان نوازی بکنیم، همه نام قندوز، مردم قندوز و آبروی ما، آبروی همه مردم ما بالاتر میشن. در هر ولایتی که میرن، بامیان میرن، بدخشان میرن، تخار میرن، از مهمان نوازی ما صفت میشه. اگر خدا نخواسته، خدا نخواسته ما نتونیم مهمان نوازی بکنیم، طبعا یک پوینت منفی پیدا میکنیم. در این مدت ها به همه گی قبلا هم براتون گفتیم که به همه گی معلوم است مهمان نوازی قندوز معلوم است، مهمان دوستی مردم قندوز معلوم است. دیگه ما از تمام هموطنان خود خواهش میسه که با فدراسیون قندوز همکار باشن با ارتباط مهمان نوازیشان. بسیار زیاد تشکر کنم. تشکر از شما. تشکر زیاد. بیننده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروزی از نخستین دور مسابقات مقدماتی راهیابی به لیگ قهرمانان افغانستان در سون شمال شرق که به میزبانی ولایت قندوز برگزار گردیده بود، که تیم ها بازی های خودشان را انجام دادند، که در نیمه اول تیم پیروزی و استقلال بغلان 0-0 مساوی و تیم شیوای تخار 6-0 تیم ذوالفقار تخار تا فعلا شکست داده است.
و تشکر که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.